چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است. کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری برفاهای فاهای من چراغ راه های من کلامت شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و <applause> من نگارت کلامت خدارد خدا ابدی و جاودانت تمامی کلامت درود بر شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید ما در این برنامه به همراه شما تمام کتاب مقدس را مطالعه و بررسی می کنیم یک مطالعه جامع و کامل از کتاب پیدایش تا مکاشفه تا امروز قسمت‌های زیادی رو اختصاص دادیم به کتاب پیدایش که نخستین کتاب از کلام مقدس خداست. شما میتونید قسمت های گذشته را از طریق وبسایت ما تمام کتاب دات کام مشاهده بفرمایید. همچنین اگر هر گونه پرسش، نظر یا پیشنهادی داشتین، از طریق راه های ارتباطی ما با ما در میون بذارین. در حال مطالعه کتاب پیدایش هستیم و به فصل چهل و رسیدیم و همچنان داستان یوسف رو مطالعه می کنیم که یکی از داستان های کلام مقدس خداست. ما از سفر یوسف از درد تا جلال تعالیم و همچنین نمادهای زیادی درباره مسیح یاد میگیریم. یوسف نمادی از مسیحه که از رنجها تا جلال مسیح به ما میگه. در ابتدا اجازه میخوام به مهمان برنامه برادر یوسف ریاض خوش آمد بگم. درود بر سلام شما کردم. همچنین درود و خوش آمد میگم به شما مهمانان گرامی. برادر پیش از خوندن آیات لطفا یک توضیح کلی درباره این فصل بفرمایید. به طور کلی در این فصل ما دومین سفر برادران یوسف رو میبینیم و اونها برای خرید گندم به سرزمین مصر سفر کردند. کلام خدا در فصل 43 میفرماید قحطی در کنعان شدید شد. وقتی خانواده یعقوب تمام قله ای را که از مصر آورده بودند خوردند، یعقوب به پسرانش گفت به مصر بازگردید و مقداری خوراک برای ما بخرید. در آیه سوم میفرماید یهودا به او گفت آن مرد به سختی به ما هشدار داد که تا برادر کوچک خود را با خود نبریم اجازه نداریم پیش او بازگردیم اگر تو حاضری برادر ما را با ما بفرستی ما می رویم و برای تو آزوغه می خریم اما اگر تو حاضر نیستی ما هم نمی رویم زیرا آن مرد به ما گفت که تا برادر خود را همراه نبریم اجازه نداریم نزد او بازگردیم برادر یوسف در اولین آیه این فصل می‌فرماید تحتی در کنعان شدید شد در اینکه اونها نیاز داشتن دوباره نزد یوسف برگردن چه چیزی میبینیم؟ در حقیقت در اون زمان گندم که منبع حیاته در هیچ جا به جز مصر وجود نداشت و اونم فقط در اختیار یک نفر بود در کل مصر تنها کسی که کلید انبار و در دست داشت یوسف بود این یک تصویر بسیار زیبا و کاملا گویاست که نشون میده در هیچ کس دیگه به جز عیسی مسیح نجات دست. نیست متاسفانه بعضی از انسان اعتقاداتی را مطرح میکنن که به هیچ وجه کتاب مقدسی نیست. اونا میگن از هر راهی میشه به خدا رسید و موضوع مهم اینه که شما مهربان و صادق باشین. اما اصلا اینطور نیست. اگه اینطور بود، اومدن خداوند عیسی مسیح از آسمان به زمین و رفتن اون بر روی صلیب بی سبب بود. مهربانی، سادگی و همینطور ملایمت، محبت و همه این چیزها قادر به نجات انسان نیستن و چنین چیزی مخالف مسیحه و چقدر باعث تأسفه که اینو بگیم چون در هیچ کس دیگه جز خداوندی مسیح نجات نیست در فصل چهل و یک می بینیم که فرعون به همه مصریان اینطور گفت که پیش یوسف برین و باید بگم امروز هیچ نجات دهنده وجود نداره که بتونه زندگی روحانی و تغذیه کنه و ما را از مرگ ابدی نجات بده به جز خداوند مسیح در اون زمان برای ادامه زندگی به گندم نیاز داشتن که فقط در دستان یوسف بود درسته برادرانش باید دوباره پیش او میرفتن بله بنابراین هر زمان خوراکشون به پایان میرسید باید برمیگشتن نزد یوسف درسته ما چه درس روحانی از این موضوع میگیریم درباره نیاز روزانمون از حضور خداوند و صحبت و مشارکت با او برادر این نیاز به چه صورته یعنی ماهی یک بار سال یک بار یا هر روزه باید با خداوند مشارکت کنیم در واقع مسیح که منجی ماست وقتی که ما رو نجات داد این قدرت رو به همون نداد که تنهایی زندگی کنیم چون که خدا امتیاز دیگه ای هم به ما داده یعنی مشارکت با او و داشتن ارتباط دائمی با شخصیت نیکو و پر از فیض و محبت او و این مشارکت به ما حیات میده چنان که پولس میگه در خداوند ما حیات داریم ما در خداوند زنده هستیم و حرکت میکنیم و وجود داریم من نمیتونم از خداوند جدا باشم بلکه نیازمند این رابطه هستم تا بتونم هر روزه به سفر عمر ادامه بدم زندگی انسان فقط دسته به نان نیست بلکه به هر کلمه ای که خدا میفرماید و این نان روزانه ای ماست واقعا همینطوره برادر لطفا توضیحی بفرمایید درباره آیه سوم که اینطور میفرماید یهودا به او گفت آن مرد به سختی به ما هشدار داد که تا برادر کوچک خود را با خود نبریم اجازه نداریم پیش او بازگردیم یوسف گفت اگه به نیامین و نیارین نمیتونین منو ببینین با توجه به این آیه لطفا درسی به ما بدین درباره کسانی که فکر میکنن میتونن با اعمالشون خدا رو ببینن یعنی شخصی که به هر طریقی برای رضایت خدا کاری انجام میده کسانی که صدقه میدن و یا خیرات میکنن میخوان روی خدا رو ببینن ولی نه از روشی که خدا میخواد پس راه خدا برای این کار چیه در اگر که به آیه 11 همین فصل از کتاب پیدایش نگاه کنیم میبینیم که یعقوب به پسرانش میگه هدایا یاماده کنن و با خودشون به مصر ببرن و آخرین چیزی که بهش اشاره میکنه بنیامینه و در واقع یوسف از بین تمام اونها فقط یک چیز میخواست بنیامینو بله فقط بنیامینو میخواست و به چیزهای دیگه اهمیتی نمیداد و میبینیم که عکس عمل یوسف به هدایا این بود که او حتی نگاهشون هم نکرد همچنین در رابطه با پولی که اونا برگردوندن گفت که قبلا ازشون گرفته یعنی اونا هر کاری میکردن بی ارزش بود یوسف فقط بنیامینو میخواست در اینجا ما شاهد موضوع مهمی هستیم. من معتقدم یوسف به خاطر دلتنگی بنیامینو نمیخواست. یوسف خودشو کنترل کرد ولی قصد داشت چیز دیگه ای رو بدونه که در رویدادهای داستان پدیدار میشه. و این کار نشون میده که این مرد چقدر با حکمت و بصیرت بود. اون قصد داشت از این موضوع مطمئن بشه که آیا برادرانش هنوز مثل گذشته سخت دلن یا توبه کردن. اگر هنوز سخت دل می بودن نمیدونم یوسف باهاشون کار میکرد. چون در داستان میخونیم که اونا واقعا تأصف و همچنین پشیمانی خودشونو به یوسف نشون دادن. بنابراین اونا رو بخشید و خودشو معرفی کرد. اگه اونا هنوز متاسف و پشیمان نبودن به نظرم یوسف اونقدر حکیم و بسیر بود که اونا رو گرفتاری مشکل و دردسر تازه بکنه. خداوند هم دقیقا با ما همینطور رفتار میکنه میدونین خدا از ما چی میخواد؟ هیچی او از ما هیچ انتظاری نداره تنها انتظار او توبه حقیقی و صادقانه ماست اگه من توبه واقعی رو نشون بدم اون هم آمرزش و پذیرش برکت و همه ی عطایا رو به من میبخشه اما به این شرط که من با توبه به سوی خدا برگردم درسته ما نباید فراموش کنیم که تنها یک راه به سوی خدا هست و اون مسیح دقیقا مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم هیچکس جز به وسیله من نزد پدر نمیآید. پس هیچ کس نمیتونه روی خدا رو ببینه مگر از طریق مسیح بعد از استراحت با پرسش مهمانان در میگردیم در آیه هشتم یهودا به پدرش یعقوب اینطور گفت پسر را با من بفرست تا بلند شویم و برویم و همه ما زنده بمانیم نه ما بمیریم نه تو و نه بچه های ما ما در مطالعه قسمت گذشته یاد گرفتیم که یوسف تنها کسی بود که گندم داشت و این تصویری از مسیحه که جز او در کسی نجات نیست سوال من اینه که از این آیه چه تعلیم و درس روحانی میتونیم یاد بگیریم برادر یوسف اگه اونها به مصر نمی رفتن چه اتفاق می افتاد؟ این آیه داستان پسر گم شده در لوقا 15 رو به یادم میاره. خوب شد که اون پسر به مرحله رسید که گفت من در جای اشتباهی قرار گرفتم و خوب بود که فهمید چه بسیار از نوکران پدرم خوراک کافی دارن و من اینجا دارم از گرسنگی می میرم. و خوب بود که تصمیم درستی گرفت و گفت بلند میشم و میرم پیش پدرم و بهش میگم ولی باید بگم مهمترین نکته در تمام داستان اینه که میخونیم او برخواسته و به نزد پدرش رفت. در حقیقت مسیح تنها منجی دنیاست و در هیچ کس دیگه ای به جز او نجات نیست. مسیح برخلاف یوسف رستگاری رو به بهای نقره نمیفروشه بلکه اونو به رایگان عطا میکنه. اما ما باید مثل یهودا در این آیه بلند و پیش کسی بریم که میتونه ما رو نجات بده تا نمیریم بلکه زنده بمونیم. کسی که بلند نشو هیچ قدمی بر نداره گزینه جز مرگ ابدی نداره بنابراین از همه بینندگان استدعایی دارم اینکه ما بهترین داستان یعنی داستانی عاطفی که پر از چیزهای قشنگ رو میدونیم مهم نیست مهم اینه که این داستانهای عالی طریق نجات بزرگ رو به ما نشون میدن یعنی داستان خداوندیسای مسیح که نجات دهنده ی عظیمه ممنونم برادر همچنین در ادامه آیات وقتی به آیه نهم میرسیم یهودا برای بنیامین به پدرش شتمینان میده بله و گفت اگر او را صحیح و سالم نزد تو بر نگردندم برای همیشه گناه این کار به گردن من باشد آیا یهودا با این کار خیال پدرش را راحت کرد و آیا میتونست زمانت کنه؟ خب کتاب مقدس به ما تعلیم میده که برای غریبه ها زمانت نکنیم ولی اینجا یهودا زامن امنیتی غریبه نمیشه اما سوالی که میخوام بپرسم اینه آیا یهودا قادر بود این کار انجام بده؟ وقتی بقیه داستانو میخونیم میتونیم متوجه بشیم اه... که یوسف اصرار میکنه تا بنیامینو به عنوان یه برده در زندان نگه داره و اینجاست که وضعیت یهودا به خطر میافته اگه کسی که داره تمام این کارها رو میکنه یوسف نبود یهودا با قولی که به پدرش داده بود چی کار میکرد و چی بهش میگفت و ما باید شکر گذار خداوند عیسی مسیح باشیم که حفاظتمون رو تضمین کرده. عیسی مسیح صبر نکرد که اگه ما کاری کردیم ما رو مورد محافظت خودش قرار بده، بلکه از قبل جریمه گناهان ما رو پرداخت کرده. برای همینه که او زامن عهد جدیده. در سرودی اینطور میسرایند. می سرایند. شکر بر نام خداوندی که زامن عهد جدیده خداوندی که با خون با ارزش و گرانبهاش ما رو نزدیک خودش کشیده ولی میبینیم با اینکه یهودا زمانت کرده بود بنیامین از اونها گرفت درسته و بازداشت شد هم نمیتونه بکنه حالا چطور میتونه برگرده نزد پدرش آیا این احتمال وجود داره که یکی از فرزندان خدا گم بشه فرزندانی که مسیح وظیفه حمایت و مراقبت ازشون داره چه در مسیر زندگی و یا در آسمان غیر ممکنه چون زمانت مسیح اینطور نیست که وقتی ما کاری میکنیم دست به کار بشه او پیش از اینکه کاری بکنیم سهم خودش انجام داده او جان خودش را فدا کرد و شبان نیکو جان خیش را در راه گوسفندانش می نهد. یعنی امنیت دارن بله اونا در امنیت هن. او که از مردگان برخواسته فرمود کسی نمی تونه اونا را بدزده یا از دست من و پدر بگیره کاملا درسته برادر یوسف در ادامه آیات زمانی که به آیه 11 هم می رسیم کلام خدا اینطور می فرماید. پدرشان یعقوب به آنها گفت حالا که این طور است از بهترین محصولات زمین با خود بردارید و به عنوان هدیه برای نخست وزیر ببرید. کمی بلسان، اصل، کتیرا، ادویه، پسته و بادام. یعقوب گفت اینها را به عنوان هدیه برای نخست وزیر ببرید. چرا در اینجا میگه کمی از این اقلام برداریم؟ ما چه درسی میتونیم از این موضوع بگیریم؟ قرار هدایای کوچک برای یک شخص ثروتمند فرستاده بشه، یعنی یوسف. در این چی میبینیم؟ ما در این موضوع دو چیز رو میبینیم. یک کاربرد مستقیم و همچنین یه تصویر نمادین. اول به کاربرد مستقیمش میپردازیم. یعقوب گفت هدایا و نقره ها و برادرتون رو با خودتون ببرین و خدای قادر مطلق به شما فیض بده باید بگم این به این معنیه که یعقوب هنوز یاد نگرفته بود که خدای قادر مطلق میتونه قلب های سختی مثل قلب لابان یا ایسو رو نرم کنه درسته که نخست وزیر مصر حرفای تندی زده بود ولی در اینجا لازم بود که یعقوب به خدای قادر مطلق اطمینان داشته باشه و به او تکیه کنه یعنی خدایی که قادر قلب ها رو دگرگون کنه یعقوب همین تجربه رو با دایش لابان و برادر شیسو داشت این قسمت کاربردی بود حالا به قسمت نمادین میپردازیم این موضوع که انسان هدیه ی رایگان خدا را قبول کنه برای اون سخت و دشواره هرچند که هدایا و نعمت های خدا به انسان کاملا محض فیض داده میشن اما انسان دوست نداره که چیزی را رو از روی فیض دریافت کنه اجازه بدین هر کاری که میتونم و بکنم شما قادر به انجام چه کاری هستین این که فقط کمی اصل یا کتی را بفرستین این مرد واقعا ثروتمنده و ارباب سرزمین مصره آیا به نظرتون این مرد منتظر هدیه یعقوب میمونه اون میتونه همه ی این چیزها رو به راحتی داشته باشه اما میشه گفت این ذات انسانه که نمیتونه فیض خدای بخشنده رو قبول کنه در رومیان میگه زیرا مزد گناه مرگ است اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح است بنابراین ما به رایگان نیک شمرده شدیم مردم چه موقع میتونن اینو یاد بگیرن و بفهمن که خداوند این هدایا رو بدون توقع و به رایگان به ما عطا میکنه کنعان در قحطی بود و اونا از اون زمین قحطی زده چه چیزی میخواستن ببرن درست. در ادامه کلام خدا از آیه 15 هم میفرماید پس برادران هدایا و دو برابر پول با خود برداشتند و با بنیامین به سوی مصر حرکت کردند همونطور که شما فرمودین بنیامین رو در آخر برداشتند اما باز هم شاهد یک تلاش دیگه هستیم برای راضی کردن خدا اونا دو برابر پول برداشتند یعنی ما هیچ چیز رو به رایگان از تو نمیخوایم. برادر بیاین گفتگویی داشته باشیم درباره مکتب اعمال این مکتب تنها بیرونی و ظاهری نیست بلکه به کلیساها و پرستش هم رخ میکنه، این مکتب چقدر میتونه خطرناک باشه خب همونطور که شما فرمودین اونا نمیخواستن چیزی رایگان بپذیرن اونا میترسیدن به این خاطر که فکر میکردن پولها رو به اشتباه برگردوندن و به خاطر این کار قرار بازخواست بشن پس به محض رسیدن اول به خادم یوسف توضیح دادن که ما پولها رو پیدا کردیم و پس آوردیم و خدمتگزار به رسید ها نگاه میکنه و میگه پول رو دریافت کرده و من اینطور فکر میکنم که یوسف پول خرید گندم برادرانش رو خودش پرداخته بود این دقیقا همون کاریه که خداوند برای ما انجام داد یعنی همونطور که گفتیم هدایای خدا برای ما رایگانه ولی آیا برای مسیح هم رایگان بود؟ بطلقا. نه وقتی میگه به فیض او مجانن عادل شمرده شده ایم آیا هنوز ادامه داره و میگه به وساطت آن فدیه که در مسیح عیسی است پس مسیح به بهای گران یعنی با خون خودش تاوان را پرداخته و چون تاوان را با خون گرانبهای های خودش پرداخته نمیتونه عوض اون را از ما طلب کنه ولی به تمام کسانی که به کفایت کار او بر روی صلیب ایمان دارن به رایگان عطا میکنه ممنونم برادر استراحتی میکنیم و با پرسش مهمانان برمیگردیم خواستم بپرسم چرا یوسف مخصوصا شمعون رو زندانی کرد و یکی دیگه از برادرانش رو زندانی نکرد بفرمایید برادر از داستان فروخته شدن یوسف توسط برادرانش فهمیدیم که رعوبین تلاش کرد تا یوسف رو نجات بده و اونو به پدرش برگردونه ولی موفق نشد به این خاطر که یهودای تما تصمیم گرفت تا اونو بفروش و از فروشش سود ببره پس کاملا مشخصه که هرچند رعوبین یک عیب و عادت زشت داشت که درباره اون در فصل 35 خوندیم اما در فصل 37 میبینیم که نجابتش رو نشون میده به این دلیل که او این قصد رو داشت که یوسف رو به پدرش یعقوب برگردونه حتی اگه یوسف از موضوع خبر نداشت در فصل 42 میخونیم که دربارش میشنوه زمانی که اونا گفتن ما حالا در نتیجه کاری که با برادر خود کردیم مجازات میشویم چطور از روی ناراحتی به ما التماس میکرد و ما گوش ندادیم راوبین گفت من به شما گفتم که آن پسر را اذیت نکنید ولی شما گوش ندادید و حالا به خاطر مرگ او مجازات می یوسف این حرفا رو شنید و با شنیدن این حرفا متوجه شد که راوبین در قضیه فروختن او کاملا بی تقصیره چه کسی مسئول بود؟ کسی که بعد از راوبین بزرگترین پسره یعنی شمعون که پسر دوم بود پس شمعون مسئول این کاره شمعون سنگدل و بیرحم بود ما در فصل سی و چهار بیرحمی اون دیدیم یعنی زمانی که شمعون در شهر یک قتل عام راه انداخت بنابراین همه رفتن ولی شمعون زندانی شد وقتی یعقوب اجازه نداد بنیامین با اونا بره ممکن بود سفر دوباره ی اونا به سرزمین مصر ماها طول بکشه در حالی که شمعون همچنان توی زندان بود و نمیدونست که آیا آزادش میکنن یا نه البته این یک تنبیه و اصلاحی بود که شمعون به اون نیاز داشت و یوسف که مردی بسیار حکیم بود میدونست چه کسی و کجا قرار بده درسته در آیات 18 تا 22 شاهد این هستیم که برادران یوسف به خونه او رفتن بله و در حقیقت پیش از این یوسف به یکی از خدمتگزارانش دستور داده بود که برادرانش رو به خونش بیاره و همچنین یک حیوان رو کنه تا ناها رو با هم بخورن اما اونا با ترس و نگرانی وارد خونه یوسف شدن و زمانی که در خونه یوسف بودن یه چیزی اونا رو آزار میداد و مانع شادی و خوشحالیشون میشد. درسته. دلیل ترس اونها چه چیزی بود؟ علاج این مشکل رو در پایان این فصل و پایان فصل بعد خواهیم دید. زمانی که اونا پرسیدن چطور خودمون رو تبرئه کنیم؟ در ملاقات اول اونا به یوسف گفتن که ما انسانهای راستگو خوبی هستیم اونا با اینکه برادرشون رو فروخته بودن میگفتن درست کاری رو هم فریب دادن بله و هنوزم میگفتن راستگو هستیم اونا در جایگاه درستی قرار نداشتن پس وقتی به اونجا رسیدن هرچند یوسف براشون میهمانی ترتیب داده بود ولی هنوز هم خیلی میترسیدن به این دلیل که پولهایی که برای خرید گندم آورده بودن رو توی کیسه هاشون پیدا کردن پول اونها بهشون برگشت داده شده بود و اونا از این اتفاق به وحشت افتاده بودن با اینکه همه ی کارهای یوسف برای خیریت اونا بود و براشون زیافتی برپا کرد ولی اونا ترسیده بودند چون وجدانشون نارام بود چرا نارام بود؟ چون هنوز به گناهشون اعتراف نکرده بودن در امثال فصل 28 میفرماید فرماید هر کس گناه خود را به پوشاند مبرا نخواهد, نخواهد, شد ولی کسی که اعتراف کند و آن را ترک نماید رحمت خواهد یافت پس وجدان آگاه از گناه و همچنین محکومیت همواره انسان رو از هر گونه شادی و خوشی واقعی محروم میکنه درسته اگر ما هم مسائلمون رو به حضور خدا نبریم و از آمرزش کامل گناهانمون برخوردار نشده باشیم در حضور خدا مینشینیم اما نمیتونیم خودمون رو ببخشیم و از شادی حضور خداوند لذت ببریم خودمون رو محکوم میکنیم و منتظریم خداوند از ما انتقام بگیره برای همینه که در رومیان فصل پنج آیه یه بی نظیری میبینیم پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا سلامتی, سلامتی داریم. داریم. به وساطت خداوند ما عیسی مسیح صلح با خدا یک هدیه ی عالی و بی‌نظیره که هر کس به خاطر خون خداوند ما عیسی مسیح حق داره ازش برخوردار باشه من شخصیت خدمتگزار یوسف رو خیلی دوست دارم از آیه 23 به بعد ما شاهد یک سری برکات زیبا هستیم زمانی که این مرد می‌بینه برادران یوسف خیلی ترسیدن و نمیتونن شاد باشن به اونها گفت نگران نباشید و نترسید خدا خدای پدر شما پولهای شما را در دهانه کیسه هایتان گذاشته است من پولهای شما را دریافت کردم سپس شم اون را هم نزد آنها آورد خادم تمام برادران را به خانه برد برای آنها آب آورد تا پایهای خود را بشویند و به الاغهای آنها علوفه داد تا بخورند موقع ظهر قبل از اینکه یوسف به خانه بیاید آنها هدایای خود را حاضر کردند تا به او تقدیم کنند لطفا درباره این مرد محترم بگین که چطور اونها را آروم کرد و چه برکاتی گرفتند بعضی ها خادم خونه یوسف را نمادی از روح القدس میدونند که در آینده ما نسل وفادار اسرائیل خواهد بود ما میدونیم که برادران یوسف در طول دو سفری که به سرزمین مصر داشتند سختی زیادی کشیدند اولین سفر اونا نمایانگر آغاز مصیبته در حالی که مطابق این فصل سفر دوم نمایانگر مصیبت عظیمه بعضی ها در خادم یوسف تصویر و همچنین نمادی از روح القدس رو که افراد باقی مونده رو به توبه و بازگشت به سوی خدا هدایت میکنه توبه چیزی نیست که خدا اونا به تنهایی انجامش بدن برکه همونطور که در زکریا فصل دوازده میفرماید من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهم ریخت آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست این یعنی روح القدس اونا رو به شناخت یوسف هدایت میکنه و در اینجا میتونیم ببینیم که این خادم به شیوه ها و طرق مختلف با اونا برخورد میکنه گاهی سرسختانه و گاهی هم با نرمی و ملایمت ولی در هر صورت اونا رو به یک هدف مشخص راهنمایی میکنه یعنی به شناختن برادرشون یوسف درسته و این نمایانگر کار روح القدس برای نسل های آینده است دقیقاً. روح القدس امروزه هم به کمک ما میشه تا به چه در ترس و نگرانی یا هر شرایط دیگه ای مثل آیاتی که خوندیم ما رو آروم میکنه درسته و درباره گنج هایی که داریم به ما اطمینان میده مثلا شمعون رو از زندان بیرون میاره بله یا پاهای ما رو میشوره و کارهای بسیار دیگه ای که امروزه روح القدس برای ما انجام میده. دقیقا همینطوره مثل آرامش، تازگی و اطمینان. این کار روح القدسه و مخصوصا به خاطر همین کار از آسمان نازل شده. درسته. آیا یوسف با اونها غذا خورد؟ نه برادر، این اتفاق نیفتاد. دلیلش چی بود؟ به این خاطر که اونها هنوز اعتراف نکرده بودن. تا زمانی که اعتراف نکنن یوسف خودشو معرفی نمیکنه. و به عنوان شخص دوم و ارباب اون سرزمین نمیتونه با اونا غذا بخوره. یوسف با اونا مهربانی کرد ولی نمیتونست خودشو معرفی کنه و بین خوبی کردن و معرفی کردن تفاوتی هست. خدا حتی به یک گناهکار هم مهربانی میکنه و اون شخص حتی نمیدونه که مهربانی خدا ما رو به سوی توبه هدایت میکنه. درست. مهربانی خدا به این معنا نیست که خدا از من راضیه. نه. خدا زمانی از من خوشنوده که خودشو بر من مکشوف میکنه و با من ارتباط شخصی داره. این درسته که خدا نسبت به افراد شریر و گناهکار هم مهربان و رحیمه ولی در عین حال عدالت خدا هم وجود داره پس مشارکت با خدا بسیار با ارزشتر از برکات خدا برای ماست بنابراین نسل های آینده از عنایت خدا محروم نخواهند بود درسته ولی مشارکتشون با خدا شکسته میمونه تا زمانی که بازگشت و توبه کنن و بعد مشارکت آغاز میشه و تنها زمانی میتونن خداوند رو بشناسن که او در جلال و قوت خودش ظاهر میشه و در اون لحظه به کسی که نیزه زدن نگریست و میگه لطفا درباره آخرین بخش این فصل توضیح بفرمایید که اونا به خونه یوسف اومدن و در مقابلش تعظیم کردن و خواب یوسف محقق شد بله و اینکه چرا وقتی یوسف بنیامین و دید نتونست خودش رو کنترل کنه و گریه کرد خب دفعه اولی که اونا یوسف و دیدن فقط یک بار تعظیم کردن و در ملاقات دوم سه بار تعظیم میکنن این یعنی گفته خدا به انجام رسید در حالی که ممکنه اونا و حتی یوسف هم حرفای خدا و اون خواب رو فراموش کرده بودن ولی خدا به وعده خودش عمل کرد چیزی که یوسف در خواب دید این بود بافه من خواهد ایستاد و بافه های شما یازده نفر تعظیم خواهند کرد بار اول اونا ده نفر بودن پس یوسف گفت برین دایان. و برادرتون درسته. بیارین چون در خواب یازده بافه تعظیم کرده بودن و به یوسف تعظیم کردن تا چیزی که در فصل سی هفت گفته شده بود محقق بشه برادر یاد کلام خدا مثل هیچ کتاب دیگه ای نیست کلام خدا در وقت معین و به طور کامل به انجام میرسه و در نهایت مشاهده تعظیم کردنشون هستیم ولی یوسف که شخصی نجیب و خدا ترس بود وقتی که برادر تنی خودش یعنی بنیامین رو دید گریش گرفت و به اتاقش رفت. بنیامین در کار زشت و ناپسند برادران خودش شریک نشده بود. یعنی کاری که یهودا انجام داد و برادرانش با دادن دو سکه در اون شریک کرد. ولی میبینیم بنیامین تنها کسی بود که در این جرم شریک نشد و کاملا واضحه که دل یوسف برای برادرش بنیامین تنگ شده بوده. این خیلی زیباست که ما راجع به گریه یوسف وقتی که در زندان یا بردگی و وضع تحقیرآمیز بود نمیخونیم ولی وقتی صاحب تاج و تخت میشه میخونیم که هفت مرتبه گریه میکنه درسته ممنونم برادر یوسف به پایان برنامه رسیدیم و با مهمانان درس امروز مرور میکنیم از این قسمت از برنامه چه چیزی موختین؟ یوسف تنها کسی بود که گندم داشت و میتونست اونها رو نجات بده یوسف نمادی از مسیحه که در هیچ کس جز اون نجات نیست. در این فصل خوندیم که برادران یوسف گفتند برخیزیم برویم تا زنده بمانیم. این بسیار برای من دلگرم کننده بود چون خداوند ایسا منبع حقیقی حیاته. یاد گرفتیم که گندم به ما زندگی میده و این نمایانگر زندگی در مشارکت با خدا بعد از ایمان آوردن به مسیحه. برکت خدا با شما عزیزان. ممنونم برادر یوسف. خدا يوسف. با شما. بینندگان گرامی به پایان این قسمت رسیدیم و به فیض خدا در قسمت آینده به ادامه داستان یوسف میپردازیم لطفا اگر هر گونه سوال نظر یا پیشنهادی داشتین از طریق راه های ارتباطی ما با ما در میون بذاریم. ممنونیم از همراهیتون تا دیداری دوباره خدا با شما چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامت همچون نهری خروشان است قلب تشنه است تو برترین از تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا ابدی و جاودانت تمامی کلامت